سلام، خوش اومدید به همین گیم شو و لیتس پلی بازی خیلی خفن 1980X نه 98X که میشه 198X. یه بازی که خب خیلی کانسپت جالبی داره، من خودم هنوز بازیش نکردم، ولی خب وقتی اون خلاصه قضیهشو خوندم، قضیه اینه که ما قراره بریم برگردیم به دهه 80 آمریکا، اون دورانی که خب بازی‌های ویدیویی اونجور به خونه‌ها هنوز راه پیدا نکرده بودن و بیشتر یه سری مغازه‌های به اسم آرکید بودن که اونجا می‌رفتی مثلا دم دستگاه وایمسی یه سکه می‌انداختی و خب یه دور اون بازی‌ها رو بازی می‌کردی. قراره برگردیم بریم یه ترکیبی از بازی‌هایی که تو اون دوران بازی می‌کردن ملت رو بازی کنیم. البته خب میگم تو ایران خیلی آرکید اونجور معنی نداره، ما خیلی میگم شاید آشنا نباشیم، ولی عکسای کوچولویی که ازش دیدم به نظر رسید خیلی از بازی‌ها الهام گرفته شده از بازی‌هایی هستن که خیلی از ما گیمرهای قدیمی هم باهاشون خاطره داشتیم و احتمالاً آشنا خواهد بود. برای این اسپویلر می‌کنم چه چیزایی با هم دیگه بریم ببینیم خودش با چی شروع می‌کنه و چه بازی‌هایی می‌خواد در اختیارمون بذاره. اما قبل از اینکه شروع کنم یادتون نره که طبق معمول اگه تا الان صفحه همین گیم شو رو سابسکرایب نکردید، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو هم بزنید که هر وقت ویدیو جدید میذارم بلافاصله ازش باخبر بشین. دیگه بریم با هم دیگه 198X رو با هم دیگه شروع کنیم. خب دقیقا شروع بازی و یه جو آرت خیلی زیبا شروع میشه. 198X توی فارسی بخوام بگم 198X خیلی جالب نمیشه، همون میگم 19 یعنی 198X. ببین اصلا جو موزیک زینه آهنگ چجوری ای کم آهنگش باید میشه کنی نظر آهنگ جالب داره. تو آپشنش چه چیزه هست؟ ساب تایتل آن انگلیسی بک میدیم. خب استارت کنیم برو بریم. خب رفتیم توی آرکید، بازه درش. توی یه روز یه شب بارونی داریم میریم توی آرکید. خب ببینیم قضیه چیه، داستان چیه، بدون هیچ مقدمی رفتیم توی بازی. ما استریت آف ریج شروع کرد. حالا مثلا ما نمیدونیم چه بازی آرکیدی بوده که بر اساس استریتس آف یعنی استریتس آف ریج بر اساس اون ساخته شده، اینو ما نمیدونیم، ولی خب ببین مثلا این اکثر دیده بودم گفتم خب این خیلی شبیه استریتس آف ریجه، من هم عاشق استریتس آف ریجم. ببین چه آرتی هم داره، موزیک عالی. خب اون بالا نوشته insert coin بیتینگ هارت، اس بازی بیتینگ هارته. 1980 معلوم نیست مال چه سالیه. خب الان استارت بزنیم دقیقاً انگار رفتیم آرکید، بازی شروع میشه. خب یه جون بیشتر نداریم. ایول چه آرت تمیزی هم داره، های اسکورش 256. اوه جالب، ایوه این بازی قبل از استریتس آف ریج اومده، یعنی قبل این استریتس آف ریجه که خودم واک دروشو گذاشتم براتون. خوب ساخته قبل از این، آره اون خیلی از این بهتره، ولی خب اون یه ریمیکه دیگه. آها حساب که اگه اونو باز نکردم چه حالی الان این به اومیده. دکمه ای هم داره بده قدرتی بیاد، ولی فکر نکنم این اصلا رفتی به استریتس آف ریج داشته باشه، این الهام گرفته شده از یه بازی دیگه است احتمالا. ولی چه انیمیشن خوبی داره، ببین آه کلاه قشنگ خوشتیپ، این صداش چجوری. آه یه چاقو برای من برشتی میداره ببینم. چاقو ترد کن بیاد. خیلی آرت جالبی داره، چورت کن بیاد جوری بهش میده. می اصلا انیمیشناش 100 پله بالاتر از نسخه اصلی هست. واه موتوری
و یه زرب اسمش گلمه اسم بزنه بیچر بیار این یارو اسمی سایکوه این روانی کام آن دن 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 الان جون اون خوبه بزن جون اون که خالی شد بعد هم برر میزنی واو یارو رو ببین گونده بک قیافه‌شو قیافه‌شو اسمش چه یارو؟ هوبا اسمشه یه دونه همبر بزنیم این ولی بکنم از استریس آف ریج باشه علی موسیقیش خیلی خوبه این زن چاقویه رو باید سری بزنیم برای همه رو هم موتوریان هم زدم برات خب موشه ها رو پرمیلش کن دین دین اینو بیت پیدا بس نه اینو چرا خوری موزیک عوض شد نه باید امون بدیم بهشون دق 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 کمان یه جلو ایراس میگی خب موزیک لعنتی تو نمیتونی منو بکشی بیا جلو این موشا بزن لعنتی بیا جلو اوه پس الان میکشنم خیلی زیاد شدن نه الان که اینو دارم بازی میکنم چون استریت آف ریج 4 رو بازی کردم کیفیت استریت آف ریج رو میفهم ضربه های این خوب نمیشینه رو دشمن بعد خیلی پشت سر هم بزنی ولی اون قشنگ حس میکرد ضربه میشینه تو صورت دشمن موتور داری میاد جفتشو با هم برات زدم عوضی ها یه جون رو بهمون بده او باس اینجا یه باس داریم نه باس نبود چی بودی؟ اوه چه باس خفنی بچه دوربین داره میره بالا رو سمتش نه میکشن اونا این کیه آخ وای وای نمیذاری ببینیم خب حالا میخواد داستان سرای کنه یعنی خیلی خوشم اومد تا اینجا اینا استریت آف ریج دیگه بابا اینا دقیقا همین ساختمون هاست و این دقیقا میخواسته به استریت آف ریج اشاره کنه بازی دیگه به نظرم نمیرسه واقعا اتفاقا قبلا توی آرکید بوده و بعد یه نسخه برای سگا و اینا ساخته بودن خب حالا برام جالب اینا بازی بعدی چیه؟ خیلی خاطر بازی جالبی ها تازه شروع شد های بیت ستودیوز سازنده بازی ما این بودیم ما یه بچه تنها بودیم ایوال چه جو خوبی درست کردن تو محیطش ببین همه چی تکون میخوره کوچولو با اینکه 8 بیت واقعا خب من اونجا بودم توی اتاقم درست مثل شبای دیگه و چراغای بزرگرا رو میشمردم خیلی زود ماشینایی که اون پایینن به شهر میرسن ولی من هنوز همینجا میمونم خوابالو و تنها توی این حاشیه شهر پسر یا دختر؟ پسره صداش یکم دختران هست بچه هست یعنی من همین پیش خودم فکر کردم خب بعضی وقتا یه سه اتفاقای عجیبی میفتن و فقط بعد اجازه بدون اتفاقای خارق‌العاده رخ بدن خیلی خوب داری جلو میره 198X Come on قشنگ جوی که من دارم اون دادا من هم یه بچه تنها بودم همیشه
منم تا 8 سالگی هیچ بعد تک فرزند بودم، به خاطر همین حس میکنم چیزی که میگه رو. اسم سازنده رو داره میگه، موزیکش آنتونی درامر ریزو کوزینا یو اف ال. آفرین، موزیکاش تا الان خوب بوده، ولی خب یکم زایه است این که اول بازی چی. مایا تاتل از ا کید، این صدای مایا تاتله، تیوتل تاتل نمیدونم. خیلی آرتش خوبه، شدید آرتش خوبه. الان ما الان توی حاشیه شهریم، همون جایی که پسره بود، داره آفتاب طلوع میکنه، واقعا آرت قویی داره. آی ما اینو داریم راه میریم برای خودمون. به سابوربیا خوش اومدین. اینجا بیرون از شهره، سابوربیا یه روزی تو روزای توی دهه 1980 چیزی که این اطراف میبینی تمام چیزی بود که من برایش اهمیت قائل بودم. خب به خاطر اینکه همه چیزی که میدونستم همینجا بود، اینجا بود که من اولین دوستم باش آشنا شدم، اولین دوچرخم روندم، اولین عشقم رو دیدم. ولی فهمیدم که هیچ چیزی تا ابد ادامه پیدا نمیکنه. اینجا جایی که من توش بزرگ شدم و بعدم ازش فرار کردم، رفتم بیرون. جایی که عاشقش بودم و ازش متنفر بودم. وای پیتزا فروشی. یادمه که ساعتها توی این بلوک ها قدم میزدم و همش منتظر بودم که یه اتفاقی بیفته، چون میدونستم باید به سمت جلو حرکت کنم. ولی خب همیشه احساس میکردم که توی یه جاده هم که به هیچ کجا میره، همون ساختمون ها، همون رستوران ها، همون فروشگاه ها، همون مغازه اجاره ویدیو ها، اونجایی که بابام همیشه آخر هفته می بردن. اون همیشه دنبال فیلم های کلاسیک بود، منم دنبال فیلم های اول قهرمانی. سگه رو میتونم تا ابد همینطور از این چیزا براتون حرف بزنم، ولی خب بعدش ولی دیگه اونجا ها نرفتیم، دیگه خیلی برامون مهم نبود اونجا بریم. این روزا فکر کنم یه جورایی فقط دنبال یه چیزی بودم که یه کم قلبمو به تاپ تاپ بندازه، یه کم هیجان، و اون موقع بود که پیداش کردم. چی رو؟ خیلی آرت خوبی داره، اصلا عشق میکنم با این صحنه. دوست دارم اصلا این بک‌گراند دسکتاپ هم باشه همچین عکسی. اون کارخونه خیلی قبل از اینکه من به دنیا بیام باز شده بود، ولی از اونجایی تا جایی که یادمه وقت من بودم تعطیل شده بود. مامانم همیشه میگفت از اون کارخونه دوری کن، ولی همیشه پایین اون کوچه تاریک و تنگ یه چیزی هست، یه چیزی که چشمم گرفته به خودش همیشه، یه دونه آرکید. خیلی دل جورت میخواست که از اون پله ها برم پایین. هوای اون زیر زمین پر از بوی سیگار بود و هزاران ولت انرژی، و وسط این حال هوای الکتریکی و خفن یه چیزای های تک و پر از تکنولوژی بود. تلویزیون هایی که چیز بودن، پر از بازی های چیزا بودن. من قبلا هم بازی های ویدیو رو دیده بودم، حتی وقتی خیلی جوان بودم، بابام بچه بودم، بابام یه دونه شو آورده بود خونه، ولی اینجا یه چیز دیگه بود.
something you could not take home with you. یه چیزی که نمیتونی با خودت ببریش خونه. آرکید داره میگه. اینجا قطعا جایی نبود که بچه‌ها برن توش بچرخن. جلوی این ماشینا خفن‌ترین آدمایی که تو عمرم باشون ملاقات کردم ده بودم. البته فریک ها و آدم های کله خر و آدم هایی که خیلی دنبال تکنولوژی بودن اینا هم بودن، آدم هایی که دنبال شورش بودن، ولی همه اینا در کنار هم داشتن بازی میکردن، غرق بازی بودن، انگار که داشتن یه چیزی رو از یه بعد دیگه تجربه میکردن. شاید منم بتونم یکی از اونا باشم. اینسرت کوین، کلید سکه رو بنداز داخل. او این چه بازیه؟ Out of the void. مثلا من اینو نمی‌شناسم. مثلا این تریپ متروئیده. خب استارت. برو ببینیم چیه بازیش. بگم از این بازی باشه که اینجوری یه چیزی رو تکون میدیم زر رو میزنیم. واقعا تیم آرتش خفن بودن. حالا ببین 200 بار گفتم ها. آره این بازی رو یه جوری میشناسم. ظاهرش برام آشنا. ببین حساب کن اونایی که اون دوره بودن چه. البته کنم یه چیز جدیدی به اون دا. سرعتمون بیشتر شد. سرعت تکون خورمون. نگرش داریم بیشتر میزنه. فقط نبازی که سکه نداریم دیگه. نه حالا باید سکه نمازه. جون داریم هنوز. دوتا جون دیگه داریم. Get ready. این یکی زهره چه اون چرا؟ خب این یکی نگه همی دارم اینجور میزنم بهش که بمیره. بالاخره یکیشو کنم زدیم. جونش کجاست؟ وای بس خرابه. یه جونی بهم بده. این هلته شات. وای اون گنده چیه؟ خب لعنت من کجا بدونم؟ دقیقا حس واقعا آرکید بهم دست داد. میرفتی بازی برای اولین بار بود، حالا پولم داده بودی نمیدونستی چی کارش باید بکنی، بعد هی میرفتی پول بده از دوباره. ولی این چه آرکید خوبی بوده. هیچ آرکید من نبودم جون بده با آدم. همین آرکید یه بار میباختی هیچ بنده صد آشکار. من تنها تجربه که از آرکید دارم اون بازی هواپیمایی بود که پمپ بنزین داشت میرفت بنزین میزدی. یه پارک اینجا بود میرفتم. خب 10000 تا انرژی چیزی اونجا. یه دار یه دونش بزنی. ها اینا رو ول کن جون به اومده. خب اینو چیکارش کنم الان من دقیقا؟ عقبه که نمیتونم گوله بزنم. نمیشه زدش. آه
فرار کرد. اون چی بود اون چیزه؟ اوه 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 اوه، حالا اینو چجوری جا خالی بدم؟ خب سرعت گرفتیم. سنگا رو فکر نکنم چیزه. سنگا رو باید جا خالی بدیم. چه آرکید سختیه پسر، این همون سختاش ها. چونو مادر این چیه؟ نه کانتینیو، چجوری کانتینیو کنیم؟ کنم اگه بخوریم اون بزرگا کلن بمیریم، هیچ فرقی هم نمی کنیم، یه همه جون چیزها نداره دیگه. ها بریم میگم یه موزیک خفن. چه باسی این باسر، اگه موقع من میدم جیغ میزدم همونجا. نه خب من چجوری این بی پدر رو جا خالی بدم؟ لا کجاش میاد؟ خوب از کجای ما؟ ببین چی شدیم. خب حالا کی جوره ده به جلو؟ این یکی رو اینجوری ها نه بزنیم، اصلا بیاد بیرون، همون اول کلش رو بزنیم. یا اصلا کلا من کاری به های اسکور ندارم، فقط میخوام ماموریت‌ها رو تمام کنم. اون موقع یارویی بود باور کن برای های اسکور میمدن، این اصلا چیزاشون چیزی نبود. اینجا با آخرین سرعت اینجوری هرچی سریع‌تر بزنی بیشتر بهت میده. حواستون باشه نخونده تو سقف. خب خیلی نامردیه این. بازی دونه از این آمد نابود شد، اما اولش مرد. اینقدر ضربه زده بودم قبل از که برسه مرد. اوه نه تازه باز اومد. یه همون اول خب کشتمون این لعنتی. خب
جون مادرت. تموم. خون پاشید بیرون لعنتی. خیلی سخته لعنتی. برا. نه. چی شد؟ وای تعطیل داره میشه. نه زنگ مدرسه خورد. دهنم سرویس شد با دستم درد گرفتم اونو برم. بس که پشت سرم گول زد. نمیشد بگیم که من توی مدرسه درسم خوب نبود. حداقل برای یه مدتی من واقعا سعی میکردم که هم بازی کنم هم درسم رو بخونم. ولی حالا راه رفتن توی اون راهروها بین اون همه آدم واقعا اونجا نبودم. من روی یه سفینه‌ای بودم، روی یه داشتم با چیزا می جنگیدم، با آدم فضایی ها می جنگیدم. من بازی رو میگه خانم اسم اون بازی اسپیس اینویدر بود. توی حرفاش اشاره بهش کرد اسپیس اینویدر. برای ما این یارو پانک راکره، این دختره وحشی ترین دختر بود تو اونم دیده بودم، خفن ترین پسر. این دختره آفریده شده بود که آشوب کنه، هر جا دلش میخواست میرفت. اوه ماشین رو ببین. آزادی که حتی فقط میتونستم توی رویاهام اون آزادی رو من ببینم. اون آزادی دختره رو میگه. وای فکر کنم بدونم این چه بازیه. اون ماشینی هست. ماشین پلیسی هست فکر کنم. آره وای پسر این چرا تو آرکید داریم بازی رو سگا بازی میکردیم ما. وای این خودش هم هست. من عاشق این بازی بودم. سه تا ماشین میتونی انتخاب کنی، کامیون، یه ماشین شاسی بلند با این ماشین قرمزه. قدرتی هم داره. حالا دوزار رو بگیریم. حالا بکنیم به دوزار بگیریمشون. رو سگا من بازی میکردم. دی 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 اولش همیشه همینجوری بود. اولش برم تو میرفت تا برسی به ماشین اول. خیلی جالب داره بازی ها رو به هم کانکت میکنه. چه موزیکی. خب به چیک پوینت رسیدیم. چجوری میتونیم بوست کنیم؟ بوست هم داشت چی آدمه؟ اون آشه فکر کنم اونه. ای نه فکر کنم این دنبال کسی نمیدادیم، فقط باید نبازیم فکر کنم. چون اون یکی اولاش یکم زور میزدی بعد یه دفعه آخرش میرسیدی به دوزه، بعد دوزه رو میگرفتیش. خیلی شبیه اون بازی اندرویدیه بود که الان بریم تو تونل. قشنگ یاد اون بازی میفتم. اونا به تونلی داشت من اینقدر رفتم حفظ شدم. برو 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 کلیت نرسیدیم آما برو. این دور باید بهتر بازی کنیم.
چقدر دیگه بریم؟ تمام نشی یا؟ 216 تا؟ او رفتی مرحله بعدی. او موزیک عوض شد. صفا منطقه رو ببین. سن بازیه. اون قبلی دهنم آسفالت کرد. خداش اعصابم ریخت. الان با آرامش این موزیک نیاز دارم واقعا. خیلی اونجا دکمه زدم. من دیگه هر شب میرفتم به مغازه آرکید، همونطور اونجا بایی میستم و بقیه رو نگاه میکردم. تک تک حرکتایی که انجام میدن، تک تک حرکتایی با انگوششون انجام میدن و تماشا میکردم. اون خود قضیه بود، اصل قضیه اونجا بود. فقط یه دونه سکه با یه زندگی جدید فاصله داشتم. یعنی سکه رو مینداختم و میرفتم توی زندگی جدید. اون پای من زندگی دنیاهای جدید رو پیدا میکردم، معانی جدید رو پیدا میکردم. من میتونستم هر کسی که میخوام باشم، به فضا مسافرت کنم، داستانهای فانتزی رو تصور کنم، از شهر بزنم بیرون با ماشین. حالا من دارم نمیدونم ترجمه کنم یا بازی کنم، ولی هیچ چیزی نمیتونست به اون بازی راش آف ده هایوی برسه. ماشین های سریعی که از کنارم رد میشدن به هم یادم میداختن که همیشه یه راهی برای خروج هست. اسم بازی راشینگ اوور رو فکر کنه، شهری در افق. اسم یا بازی سیتی آن هورایزنه یا من کل شب رانندگی میکردم تا برسم به اون نقطه. اسم بازی ها رو وسطش میگه بعضی موقع. اسمش سیتی هورایزن بود یا همون یکی دیگه که بود؟ خیلی آرتش خوبه، خدایش خیلی آرتش خوبه. ولی قضیه فقط فرار کردن از زندگی نبود، انگار که میخواستم از این رو به اون بشه زندگیم. قضیه این بود که زندگی از این رو به اون رو میشه. هر باری که میرفتم اونجا، هر بازی که کشف میکردم، هر حرکتی که توش بهترین میشدم، احساس میکردم قوی ترم، اعتماد به نفس بیشتری دارم. یکی کسی اونجا بود که به من میگفت من چیزی نیستم جز یه خواب بین، یه رویا بین، و هیچ درد نمیخورم. ولی نه، این پایین من آزاد بودم، کنترل دست من بود. هیچ کس نمیتونست به من بگه کجا برم یا چی کار بکنم. دقیقا، من یه گیمرم. ولی خب بخش بعدش این بود که همیشه باید برمیگشتم به دنیای واقعی. بالاخره زمان تمام شد. کلا بیشتر دوستم داستان سرایی کنید تا اینکه حالا بخوایم بازی سخت بمون بده. قبلی خیلی سخت بود. او این عکس چیزا رو اتاقش. چیکار کار باید بکنیم؟ خیلی آرتش خوبه. هر صحنه رو میبینم میگم دوست دارم عکسش رو داشته باشم. با موزیک زیبا. این مثلا این بک‌گراند پی سی مون باشه.
خفن نیست؟ این چیزا تکون خور. دوباره داره شب میشه. داره شب میشه و میخوایم برگردیم با آرکید. خونه درختی. اون موقعی که بچه بودم زندگی خیلی آسون تر بود. آره منم همینجا. از صبح میتونستیم بریم برای خودمون جک جنوبر جمع کنیم و شب هم بریم توی خونه درختی. هر چیزی ممکن بود. بعدش دبیرستان رسید و همه شستشوی مغزی شدن انگار. هیچ کسی دوست نداشت با هم دیگه بازی کنه. مردم اونجوری که دلشون میخواست تو رو میدیدن. این که تو رو مغز ببینن، تو رو دلقک ببینن، تو رو دردسر ساز ببینن. مردم خیلی راحت تو رو قضاوت میکردن و That's who you are. آره دیگه بعدش تو میشدی اون چیزی که اونا میگفتن. خیلی درک میکنم حرفایی که داری میزنن رو. مردم میگن وقتی بزرگ میشی یه چیزی درونت میمیره. مال من نمرد. I'm still not sure if that's good or bad. نمیدونم این حرفی که میزنن خوبه یا نه یا بد. وقتی تو بچه‌ای سایه ها به نظر تاریک‌تر میرسن و نورها به نظر روشن‌تر. همه چیز ترسناک‌تر به نظر میرسه و هیجان‌انگیزتر. در عین هم یعنی در عین حال هم ترسناک‌تر هم هیجان‌انگیزتر. شادو پلی این چه بازیه؟ بکنم شینوبیه. قضیه شینوبیه. اینقدر خوشگل بود اون موقع هم جو نسک کرد چون ولی بس استاپش کنم. الان شما تصویرش اون پشت من قرار میگیره. بس تصویر رو درست کنم که شما ببینید این چیه. خب الان دیگه فکر کنم بدونید ببینید. پود شدیم. خب حالا دور دیگه. اینا رو بخوریم چی میشه نمیدونم. جونمون رو کم نمیکنه هرچی که هست. آره ببین یه چیزی داره اون پر میشه اون پایین. خیلی قدرتیه. ولی بهمون یاد میده چجوری بازی کنی. یعنی میگه الان اونجوری نه اون پایین. حالا فهمیدم بازی. عوضی ها منو کشتی. حالا قدرتی شدی. نه بذاریم اینا بهمون بخوره. Thank you.
خب چی شد؟ این قشنگ شینوبیه. لعنتی میرم عقبتر بایستیم که چشام ببینه. الان دیگه کم کم یه چند تا دیگه بخورم لعنتی نمون. لعنتی ها. او این چیه؟ این مال همون کارتونه نمال انیمه مال پسر ماموریت ها رو ببین اصلا عجب چیزی شاختن. ای بای اینا رو بخوریم حواسم نبود چشام نیبینه اصلا اینقدر بزنیم بالاتر بایستیم که مایه پیرانا مایه پیرانا با اینا رو بخوریم. عوضی ها یا یه دونش هم نخوری پر خب حالا بریم پایین. حالا که دارن از بالا به اون حمله میکنن این پایین. اوه چقدر ماموریت داره پسر. آه موزیک وات. خب من از کجا بدونم اینو؟ این بالا این پایین بذاریم زرباش بزنیم این جلو این پایین این بالا لعنتی. خیلی خرکی میشه. خب حال بارونی واه این جونور باس آخر شد شبیه اون مال فیلم اسپریت دوی مال میرا با من چجور بزنمش فعلا من فرار کنیم. نه لعنتی دو طرف زد. خب
باید به چیزهای دقت کنیم. اوه داره سریع‌تر میشه. باید به رنگ جایی که میخواه بزنه نگاه کنیم. لعنتی چقدر سریع میزنه. خب حالا یه چیزایی فهمیدیم. بازه کلاسیک یعنی همین. باید بشینیم چی کار میکنه؟ حفظ کنی. مثلا فهمیدیم هرچه نور بزنه میخواد به همونجا حمله کنه. یه داره سرعت آهنگ بیشتر میشه. نامردیه لعنتی خیلی تون بود. دهنم سرویس شد تا دادم همه رو. خب دوباره به هم گردیم پایین. داستان میخواد ادامه بده. عالی. یعنی چیز کنیم مثلا وال‌پیپرای متحرک برای پشت کامپیوتر. من همیشه عاشق آخر هفته بودم قبلا. بشینم کارتون نگاه کنم اول صبح بدون اینکه اصلا برای دنیا اهمیت قائل باشم. بشینم صبح به جمعه کارتونم رو نگاه کنم. کل خانواده دوره هم بودن. آزاد بودیم که هر کاری دلمون بخواد انجام بدیم. توی ماشینمون سوار بشیم و بریم سواری. منم توی همون صندلی عقب خوابم ببره. وقتی برگشتیم خونه بابام بغلم کنه بذارتم توی رخت خواب مامانم. بعدش یه اتفاق با من بین من و بابام افتاد و حالا من دیگه مطمئن نبودم که خانواده‌مون دیگه هیچ وقت بتونن برگردن به هم دیگه. اینکه توی خونه پیش مامان تنها باشم و از هم پاشیدن اونو نگاه کنم دیگه نمیتونستم تحملش کنم. برم رفتم یه جای دیگه هر جایی. فقط از خونه باید میرفتم بیرون. همیشه توی ذهنم فانتزی سازی میکردم درباره شهر. همیشه توی ذهنم میگفتم که از خونه فرار کنم و برم. ولی همش میرفتم دم در اون مغازه ویدیو فروشی و وانمود میکردم که اونجا برام یه جای امن و آرامش بهم میده. مامانم همیشه بهم میگفت که رویاها رو بذار کنار رو به زندگیت برس. ولی من برام اصلا مهم نبود این حرفا. ولی اون شب توی آرکید همه چیز عوض شد. با چی؟ با چه بازی؟ کیل؟ بکش؟ کیل اسکرین؟ ما
بیشتر با این سه تا اجزا بازی کنه اتفاق بیفته. دستشون فرار کنه نمیدونم چی گفت. I am motherboard, I will keep you. Kill you. من تو رو میکشم. اوه بازی دوما. قضیه دوما. قشنگ دوم. اینو چیکارش کنم؟ واو، پسر داره بازی‌های ابتدایی ترن بیس رو نشون میده. بزنش. آها، پسر این چه بازیه مثلا؟ تو فقط یه بچه ای. این بازی های نقش آفرینی اولی است. خب جونمون چقدره؟ 25 تا از 5 نه اکسپی مونه. هلتمون 67 خوبه. خب اسلش نه بعد بزنیم قشنگ بروش. خب هلتمون خیلی اومد پایین. اولین فرصت خب هلتمون رفت بالا. تو برای چی به اینجا آمده ای؟ نمیدونم این چه بازیه. دوم نیست حداقل. دوم اینجوری نبود فکر کنم. ترن بیس نبود دوم. حالا عجب موزیکی داره میزنه. او این چیه؟ بیم بهش بزنیم. واخ 39 تا هلت از اون کم. نکشیمون. اسلش ازش بزنم. بینم نه اسلش رو این تحصیل نهاره. بعد مردیم. استش رو این تحصیل نداره. اما اول درست داده بودم. خب این از این بری نریم. بس بریم از این بری بریم. بریم اون یکی قرمزه رو پیداش کنیم. اینا راحت همش کشتشون. بذار اینا رو با استش بزنم. همینطور اکسپی میگیریم که لیول آپ بشیم بعد میریم از اون ور. چون الان دمجمون پایینه. نمیتونیم هیچ کارش بکنیم. نمیدونم نقش آفرینی بازی میکنیم یه جورایی دیگه. نمیدونم نقش آفرینی محسوب میشه. این چیه؟ همون دومه؟ چون خیلی شبیه دومه حالتاش. خب دور بعدی اولین کاری که میکنیم باید هیل کنیم. اوه اینجا الان این جونوره میاد. از این بری نریم. اینجا رو یادمه. الان اینجا این جونوره میاد. واه اینا رو هک کنیم ولی قبلش باید هیل کنیم. واه هک کن بینم. اینا باید بهشون هک کنیم. اینا روبات هن دیگه. خب یه هک دیگه. لعنت نمیری. واه هلتمون 6 تا دیگه ازش مونده. لیول آپ شو باید. آها لیول آپ شدیم الان. خب الان اکسپیمون رفت بالاتر. ای آخرم از این اومد یه دونه. تا جایی که ممکنه بعد به این دقیق ضربه بزنیم. خب یه دونه هیل بکنیم. لعنتی. خب این مرد. چقدر اکس بیمون داد؟ اکس بیمون درست نداد. الان رسیم به اولین. او نه اینا. خب الان میترسم یه دونه ضرر بهمون بزنن که چیز باشه دمجش بیشتر از 40 باشه. ولی گور پدرش. خب خوب بود. بعد دقت کن الان مثلا هیل میکنم جونم پر میشه. خب اینا چیکار کردن؟ 25 24 از جونمون رو کم کردن. تا جایی که ممکنه بعد دقیق بزنیم ضرر رو. خب هنوز اوکی. خب اینا مردن. الان فکر کنم لول آپ شیم. لول آپ شدیم.
خب یه دونه اجدها. اجدها رو با چی بزنیم؟ اخ یه دونه زد منفی 37 تا. بهش بذار بیم بزنیم ببین چی میشه. آه بیم، این نقطه ضعفش بیمه. هنوز میتونم بهش بیم بزنم یه دونه دیگه. خب الان دیگه باید هیل کنم. ببین دمیجش منفی 38 ه. یه بیم دیگه و اجدها مرد. لول آپ شدیم از دوباره. خب بریم ادامه بدیم. ببین چه بازی جالبی هم بوده واقعا برای خودشون موقع. آه ببین 93 تا دمیج میزنیم. اون منفی 38 تا فقط میزنه. 90 تا دیگه زدم. استرنگتمون آورد پایین. هلتمون هم کرده 51. خب این مرد. خب این یه دونه اسلش روش بریم. اوه 45 تا کم میکنه، هیل کن. خب پس همیشه باید مراقب باشیم بیشتر از 45 تا جون داشته باشیم. شاید بعدش بیم بزنیم. اون چیکار کرد؟ هلت خیلی داره ازش کم میکنه. یه بیم بهش بزنم. آها این بیم بهش تأثیر میذاره. ولی مردیم لعنت. خب نه از اول نیمد. خوبه میتونیم ادامه کارمونو بکنیم. لیولمون هنوز 5. اوکی خوبه. ببین دشمن مختلف رو میشناسیم. ببین چه جالبه. مثلا اگه ما بازی این روزا رو تجربه نکرده بودیم این چقدر میتونست برای ما جالب باشه. خب مثلا الان اینو میدونیم اسلش میکشتش. خب این از این بریم ادامه بدیم. خب منم سراغ اجدهای بعدی. آه اینو نباید میومدم اصلا. اشکال نره. 100 تا یه دمیج 100 تایی روش رفتم. دمیجش منفی 40. یه 100 تایی دیگه. خب الان باید یه دونه هیل بخورم. یه بیمه دیگه و مورد کنم. الان لیول آپ شیم. بله واسه این وقتی نمیم میمدم. نه اندرین برمیگردیم. حالا توی مپمون نگاه کنیم. از این وری بریم. خب یه دونه دیگه از اینا داریم. 106 تا منفی 39 دمیجشه. 102 تا خوبه. هنوز هم میتونم کلیش بزنم و تموم. خب الان سمت اجدها فکر کنم. خب الان باید یه دونه جون بزنیم. خب این از این. اجدها بعدی. خب فعلا رو هیل میزنیم بعد فکر کنم بیم بزنیم. خب این به نظر میرسه هک باید بزنیم روش فکر کنم. نه هک نیست پس همون اسلشه. اسلش اسلش دقیقا نقطه ضعفش اسلشه. خب الان باید یه هیل بزنیم ولی نداریم. آه یعنی میزنیم میکشتمون.
بله میزنه میکشتمون. آره به غلط کردم افتاده، میگه هلپ هلپ هلپ. خب بعد یه هیل بزنیم، اما اول کار یه دونه زد بهمون. خب این بهش بیم زدیم نشد، اسلش هم زدیم، هک بود؟ نه اما اسلش بود، آره اسلشه، نقطه ضعفش اسلشه. اوه 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 بابا چرا هیل بهمون نمیده؟ آه شانس آوریم ها. خب کمک کمک کمک، عوضی کار تمومه. اوه اوه همه چه عوض شد. خب حالا بر بریم دیگه سراغ آخرین اجزا دیگه، الان همه رو با یه ضرب داریم میزنیم. آه حالا دیگه میگه کمک کمک. بازی شبارش سر رو بابا، ولی الان منظرم خیلی جالب، گیم پلی خیلی جالبیه. بعد برام ببینم چه بازی بوده در گذشته. دوم بوده، حالا نمیدونم، شاید دوم آرکید اینجوری بوده اولش. او این که سبزه، خب این لیزر زد به نظرم هکه. بله اخ اخ نه بهش هلت دادیم. ای بابا یه جورش زیاد میشه. یعنی چرا هر چیش بزنیم جونش میره بالاتر؟ بزنیم هیل بزنیم. آه حالا باید بترسی دیگه. اون وقت که رفتیم بخواهیم باید از هم پایینه بریم. از این بر خب لولمون مکسیموم شده الان دیگه، همینجاست. نه آخریش این دیگه هکه دقیقا. من فیلد 47 ها بمیر و تموم. اوه حالا توفان میخواد بیاد. اوه خب حالا باس فایت. خب این به نظر هکه صفر. اوه هیچ تأثیر روش نداری. آه سر جاد بمون. برای چی سر جام بمونم؟ اسلش کن بینم اسلش هم روش تأثیر نداره. اوه میگه بی استیل، شاید نمید هیچی بزنیم. شاید هیچی نمید بزنیم. یه دور بیمه بزنیم، بیمه هم روش تأثیر نداره. خب میگه دیگه بیشتر از این نمیشه. خب چیکار کنیم وقتی دمیج نمیخوره؟ یعنی هیل کنیم؟ با هیل هم نمیذاره بکنیم؟ اوه اوه هیل هم از همون گرفت. اوه بکن الان بیم هم از همون گرفت. بذار آخریش هک باشه، چون این رباته آخریش رو هک. چرا این کارو میکنی؟ برای که میخوام نابودت کنم.
خب دیگه هم آخریش هک. میگه گوش نمی کنی. چی رو گوش نمی کنه؟ آخر بس. یعنی چی آخر بس؟ با یاره میخوره چیزا اونو. چه پایانی بود آخه؟ های وای اومده میشستیم بیرون. چی شده؟ اتفاقی که اون شب افتاد خب راستش هیچ وقت نمیتونستم بگم میتونه همچه اتفاقی بیفته. من هنوزم اونجا بودم ولی دیگه هیچی مثل قبل نبود. یه دکمه رو فشار بدیم تا جاش بلند شه. باید پشت سر هم بزنی. اوه همه شخصیت ها آمدن دوارمون. ایوه خیلی واقعا زیبا درستش کرده. هنرمند بوده واقعا اون کسی که این طراحی ها را انجام بوده. قشنگ معلومه آدمی بوده که میدونسته بازی هنوز تموم نشده بود، تازه شروع شده بود. 1980X. ادامه دارد. چجوری؟ تمام شد. خیلی خوب بود، خدایش کارشون درست بود. تو این کارشون از هر بابتی بگیری یه بازی کوتاه ولی لذت بخش پر از خاطره. اینکه سبک‌های مختلف بازی‌هایی که اون دوران ما بازی می‌کردیم، اول از من از استریت فایتر بازی چه می‌دونم چی میگم به اینا بزن 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 بری جلو و بعد برسی به سبک اون هواپیمایی که لیزر بزنیم و تیر بزنیم و تیراش تغییر کنه، تا اینکه بعد برسیم به اون یکی بعدیش چی بود، ماشینیه، که حتی با اون چیزی که من تو سگا بازی میکردم خیلی تفاوت داشت ولی باز یادآور همون بود. و در نهایت رسیدیم به این بازی که یعنی سبودی بود، که اوایل سبودی ها بود. نمیدونم حالا بازی دوم بود اینجوری بود یا یه بازی دیگه بود، ولی به هر حال از بازی آرکیدی بود دیگه. خیلی خوب ساخته بودنش به نظرم، به عنوان بازی که بشینیم یه دور بازیش کنیم و حالش رو ببریم جالب بود. و حالا نمیدونم شاید هم الان که تمامش کردیم بتونیم اونا رو جداگانه بریم مثلا های اسکور بزنیم تو شما اینا، که بازم بتونه جالب باشه. و اینکه داستان داشت خیلی خوب بود، بسیار آرتش دوست داشتم. شما حتما نظراتتون رو بهم بگید در با این بازی، بگید ببینم چجوری بود، خوب بود یا نه. و اینکه بهم بگید توی کامنت ها کسایی که لطف کردید و تا اینجای برنامه دیدید بهم بگید شما با چی شروع کردید، گیمینگ برای شما از کجا شروع شد، اینکه گفتی اوکی این بهترین تفریحی که من میتونم داشته باشم. این داستان این پسر این بود که خب تو خونهش مشکلاتی بود، از خونه میخواست بزنه بیرون، هیچ معنایی براش نداشت دنیا، همه چی براش بی‌معنی شده بود و یک نواخت. و بعد یه دفعه آرکید رو پیدا کرد و شد این چیزایی که دیدیم دیگه، این داستانایی که دیدیم. و واقعا خود منم یه همچین حالتی داشتم، خیلی زندگی شاید بی‌معنی بود بدون گیم. من اگه گیمینگ نبود واقعا زندگی برام بی‌معنی بود. و با گیمینگی که میتونم خودم رو در نقش اون شخصیت ها بذارم، با گیمینگی که میتونم داستان ها رو خیلی عمیق‌تر بفهمم، با گیمینگی که اطلاعاتم رفته بالا، و گیمینگی که شغل من شده، همه چیز من شده گیمینگ و ازش راضیم. هیچ وقت اینجوری نبوده که درسمو نخونم که مثلا گیمینگ باشه، نه درسمو همیشه خوندم، به وقتش که بود خوندم و حالا که چیز شدم دارم از اون تبدیلش کردم عشقمو به شغلم حالا تا حدودی. و خوشحالم از این کار. حالا نمیگم همه باید شغلشون این باشه، ولی به نظر من یکی از بهترین تفریح ها همین گیمینگه. کمک میکنه به آدم ها که وارد یه سری مسائل نشن و
جدا از اینکه وارد از مسائل نشن یه سری مسائل رو به دست بیارن، چه میدونم زبانشون خوب بشه، قدرت چه میدونم واکنششون به محیط بهتر شه، بتونن حس خوبی نسبت به خودشون داشته باشن، حس اعتماد به نفس داشته باشن به خاطر اینکه قهرمان‌های مختلفو میتونن تجربه کنن و خیلی چیزای دیگه. به هر حال بذار یه دونه استاپ دقیق بزنم ببینم چه اتفاقی میفته و از اینکه تمامش میکنیم کویت بزنم. نمیدونم میشه بازی‌ها رو جداگانه انتخاب کرد یا نه. ادور نیو گیم میاد. آه واقعا جو خوب بود، جو بازی خوب بود و گیم پلیش هم خوب، بغیر از اون هواپیمای واقعا رو اعصابم رفته بود، خیلی سخت بود. بقیه‌اش واقعا یه کله اومدیم جلو دیگه، خیلی کشته نشدم و اینا. و میگم اون قسمت هواپیمای یه مقدار سخت شد. به نظر من همین که سخت نباشه و بشه آدم این داستان رو دنبال کنه جالب بود. و خب چون گفت تو بی کانتینیود احتمال داره یه آپدیت براش بدن و کانتینیوش کنن، یا چه میدونم 198X 2 رو بدن که من قطعا پای اون بازی خواهم بود، خیلی دوست دارم. مثلا جدای از حال دوران آرکید بریم به دوران کنسول‌های خانگی، مثلا سگا، چیزایی که تو سگا بود اینا یا نینتندو اینا، خیلی میتونه برای من جالب باشه. به هر حال مرسی، حتما یادتون باشه توی کامنت برام بگید که چی شد که گیمینگ رو وارد شدید و عاشق شدید. مرسی که تماشا کردید، یادتون نره که صفحه هرمی گیم شو سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنید که هر وقت ویدیو جدید میذارم ازش باخبر بشید. و در نهایت میتونید از هرمی گیم شو از طریق ریمیت حمایت مالی بکنید. هدفمون رو بچه‌ها ترکوندن، هدف پلی استیشن 5 رو تقریبا 91% تا الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم پر کردن. دمتون واقعا گرم. و خب این هدف‌ها ارزش معنویش خیلی از مادیش برای من بیشتره، بنابراین اگه دوست دارید از برنامه حمایت معنوی بکنید به ریو تمرینگم شما سر بزنید، هر چقدر که دوست داشتین از برنامه حمایت مالی بکنید. مرسی. به هر حال تا قسمت بعدی و یه چیز دیگه از امیر گیم شو، خدافظ.